عزیزم. چکرم. گفتم عزیزم، یکی از رفقام میگفت چند روز پیش از یه مهمونی میومدم، موقع رفتنی دیدم یه پیرمرد 85 ساله دم در وایستاده، هی خانمش صدا میکنه که برن. دقت کردید وقتی که مهمونی رو ترک میکنیم ما آقایون، 1,000,000 سال نوری طول میکشه تا خانما بیان بیرون آماده بشن. بعد میگفت من دیدم این پیرمرده خانمش صدا میکرد عزیزم، اصلم، نازنینم. گفتم جلال خالق، تو این سن و سال اینها اینقدر عمیق به هم عشق میورزن، راز موفقیتشون چی میتونه باشه؟ مترصد فرصتی بودم که از خودش سوال کنم. فرصت فراهم شد، یه گوشه گیرش آوردم، گفتم پدر جان یه سوال، تو این سن و سال چجوری تونستید اینقدر خوب این ارتباط عاشقانتون حفظ کنید، به هم عشق ببرزید؟ میگه دیدم سر تأسفی تکان داد و گفت چه عشقی پسرم، چه کشکی، یه 15 سالی میشه اسمشو فراموش کردم، اگه بفهمه جرم میده. مجبورم که عزیزم صداش کنم، گاهی اوقات از رو اجبار آدم نمیدونه چیکار. حالا صدا دستا بهتر از این بشه تا اون انتها. شما به کچلی من خندیدید، در حالی که حتی من مطمئنم شماها نمیدونید کچل ها 3 دسته هستن. دسته اول کچل هایی هستن که جلو سرشون خالیه، اونها اهل تفکرن، خیلی فکر میکنن مثل من. دسته دوم کچل هایی هستن که پس سرشون خالیه، اونها در زمره خوشتیب ترین و خوش لباس ترین انسان ها مثل من. و دسته سوم کچل هایی هستن که از اینجا تا اینجا خالیه، اونها آدم های عجیبی هستن، اونا کسانی هستن که فکر میکنن که خوشتیپن. موضوعشو برای کچلا دست بزنید، گناه دارن. هلو بابا، بی تو چه بی تابم من، امید بربادم من، یه دنیا فریادم من، تو رو که میبینم عاشق و دیوونم. این روزهایی که داره به پایان سال نزدیک میشه، خب خیلی از خونه ها خونه تکونی کردن و یکی از رفقا میگفت این روزها وقتی که خوب دقت میکنی میبینی وقتی مادر داره در و دیوار خونه رو تمیز میکنه، با خودت میگی اون پارچه‌ای که مادر داره باش پنجره رو تمیز میکنه چقدر شبیه شلوار منه، با هر چیزی که میرسه دستشون تمیز میکنن، اشکالی نداره. اصلا تفاوت زیادی بین مادر و پدر هست. مادر همون کسیه که وقتی شما در زمستانی سرد یه روز بعد از ظهر چرتت گرفته تو خونه، میاد با مهربانی روت پتو میکشه. پدر کسیه که در چلی داغ تابستون وقتی شما خوابی میره کولر رو خاموش میکنه. تفاوت ها زیاده، حالا من کم کم براتون میگم. اما مادر یه کار عجب غریب دیگه هم میکنه، یعنی میگه شما اگر 200 تا پیریز خالی تو خونه داشته باشی، وقتی مادرت میخواد جارو برقی بکشه میره عد همون پیریزی که شما شارژر موبایلتو زدی میکشه بیرون میزنه. این کارا برای همه تون اتفاق افتاده، خیلی جالبه. این همه پیریز خالی. برای من آقای شهریاری اسمس زده، من نمیدونم، خیلی جالب مردم ایران مشکلات رو جوک میسازن. برای من اسمس زده که اگه دلت نخواد نمیخوام تعریف کنم، پشت پراید نشستم دارم پسته میخورم. به من زده اگر تو پراید تو خونتون داری، منم 30 کیلو پسته تو خونه دارم. پسته احتکار میکنی مرد حسابی، چه کاری تو میکنی؟ از اینها بگذریم. برای من اسمس زده بود این روزها وقتی از کنار یه خشکبار یا آجیل فروشی رد میشی، از پشت شیشه وقتی چشمت به این کیسه های پسته های خندان میفته، اگه دلت شکست مارم دعا کن. منم براش زدم که والا من گرفتاریام انقدر زیاده که به پسته نمیتونم فکر کنم چون وسعم نمیرسه، اما تو این روزها اگر پیاز دیدی و چشات پر از شد مارا دعا کن.
خلاصه این که خیلی تعجب میکنم بعضی از دوستان همچنان اصرار دارن که هیچ عکس العمل آقا کتشو داره بودن و هیچی نشده. دیدی؟ میدونید نه ایراد از شماست که بگین انسانهای بی انرژی هستید و نه من شومن ضعیفی هستم. موضوع اینجاست که ما ایرانی ها اصولا انسانهای لجبازی هستیم. در تمام دنیا فقط یک ایرانی میتونه روی مبل چارزانو بشینه. میخندی چون این کارو کردی؟ خیلی عجیب غریبیم ما. کارهایی میکنه همین آقای شهریاری، صحبت از مبل کردم، رفته 28 میلیون تومان پول میز ناهارخوری داده، اون وقت با خانومش میشینه رو زمین ناهار میخوره. چون همه هزینه کردیم. الان دم عید دید و بازدید، عید دیدنی مهمونی میریم. مهمونی رفتنمون هم با همه دنیا فرق میکنه. مهمونی میریم، اصلا قبل از اینکه حال طرفو بپرسه میگیم اینجا متری چنده؟ متراش برخوان حالشو بپرس. گفتم میز ناهارخوری، نمیدونم یه چیزی رو تا حالا دقت کردین یا نه، سر سفره غذا وقتی شما از اون طرف سفره